گاهی یک عکس بیشتر از هزار کلمه مطلب توش میشه پیدا کرد. عکاسی رو من به عنوان یک شیوه از زیستن، زندگی کردن انتخاب کردم. باشین اینجا، شما اگه میشه یه ذره اونورتر. کلاکت. بقیه کجان؟ من میخوام بگم چطور شد که عکاس شدم. همش میخواستم تو کادر ببینم. مسئله من دیدنه، همه چیزایی که شما میبینی. زمان خیلی زیادی نگذشت که اون سوژه مورد علاقه هم پیدا کنم. اینکه تو بتونی جهان رو طوری نگاه کنی که تبدیل بشه به عکسی که اون عکس چیزی باشه غیر از اونی که همه مردم یا خودت دیدی، خیلی فرق میکنه. تو ذهن خود من بیشه باید به یکی از مثلا مجسمه های قهرمانان اسطوره‌ای مثلا یونان و باستان نیست. عکس بنا به یه ضرورت اجتماعی پیدا شده و به همین دلیل اصلا تونسته بمونه، بشه یه چیزی. خیلی وقتا سوژه همون درست زیر پای توه. من دوربین بردم همینجا، از شک شفتم. حالا واسه میگم که واسه که عکاس خوبیشی به چه چیزایی احتیاج داری. عکاسی مثل سیر و سلوکه. الان که من مقابل این دوربین نشستم، بین 3 تا 4 میلیون کیلومتر سفر کردم. من اگه بخوام این روزهایی رو که تو ماشین خوابیدم به هم به چسبونم، اینا فکرم یه چند سالی بشه. آخ چقدر کتابا سنگینن. من مدیون اون کسایی هستم که 100,000 جلد از کتابای ما رو خریدن و به استقلال ما کمک کردن. دیگه تموم شد. من نصرالله کسرایان هستم. قراره در صفحه 9 درباره عکاسی مستند از تجربیاتم با شما صحبت کنم.